سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از واکنش‌های تند و جنجالی افراد معروف به حرف‌های عجیب و غریب نماینده تهران مصطفی میرسلیم با ما همراه باشید. قبل از هر چیز لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. میدونیم که بعد از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی به دست گشت ارشاد تهران، دیگه هیچ چیز مثل قبل نشد. ناآرامی ها و اعتراضات شروع شد در همه شهرهای کوچیک و بزرگ و روستاهای دورافتاده و محروم کشور. مردم جونشون رو کف دستشون گذاشتند و برای حقوق اولیه یک زندگی معمولی کف خیابون ها اومدن. در این بین افراد معروف و مشهور و دوست داشتنی توسط مردم هم از مردم حمایت کردند و کنار اونها موندن و اعتراض خودشون رو به این حکومت و کارهای بی سر و تهش نشون دادن. از طرف مقابل هم افراد حکومتی و طرفداران این رژیم هم با حرف‌های عجیب و غریب، مثلا طرفداری خودشون از حکومت و مقابله با معترضین رو نشون دادن. یکی از این افراد مصطفی میرسلیمه، نماینده تهران که تصمیم هم داشت که رئیس جمهور بشه ولی نشد. ایشون در همون روزهای اولیه اعتراضات که اعتراض به حجاب اجباری و برخوردهای خشن گشت ارشاد شروع شده بود، گفته بود بی‌حجابی وسیع‌تر شده. باید مسائلی که در پشت قضیه بوده رو روشن کنیم. باید افشاگری کنیم که دشمن برنامه داشته. دختری رو کشتن و به گردن گشت ارشاد انداختن. می‌خواستن این ناآرامی‌ها رو شروع کنن. بعد از اون هم گفت بنده در این چند ماه چند مورد، اون هم قبل از شکل‌گیری ناآرامی‌ها، افرادی رو در خیابان دیدم که لخت مادرزاد بودن. این اتفاقات نشون میده که دشمنان نظام برای ضربه زدن به حاکمیت برنامه داشتن، زیرا ریشه انقلاب اسلامی فرهنگی و معنویه. این صحبت‌های ایشون واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت. آقای مصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و نماینده فعلی تهران در مجلس، پسر خودشون چند ماهی هست که به جرم اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با سازمان مجاهدین به 5 سال حبس محکوم شده. آقای میرسلیم بعد از بازداشت پسرش گفت بنده برای جلوگیری از هر گونه شائبه و شبهه در هیچ کدوم از مراحل بازداشت و بازجویی و محاکمه و تجدید نظر مهدی دخالتی نداشتم. آقای میرسلیم که وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود، حالا به مقام‌های بالاتر و بالاتری هم دست پیدا کرده. در مصاحبه‌ای گفته بود با شناسایی و سوء استفاده از نقطه ضعف پسرم اون رو شکار کردند و به دام انداختند و سعی کردن از طریق اون اطلاعاتی به دست بیارن و چون پسرم فاقد هر گونه اطلاعات بود، موفقیت دیگری جز به دام انداختنش به دست نیاوردن. اون اضافه کرد در هنگام دستگیری اون با اطلاعاتی که ماموران امنیتی به من دادن متوجه مسائلی که اون رو گرفتار کرده بود شدم و فکر میکنم اگر زودتر متوجه میشدم با تنبیه مختصری میتونستم اون رو از این وضعیت نجات بدم. آقای میرسلیم بعد از بازداشت پسرش در مورد اون گفته بود پسرم بسیار عاطفی و ساده‌لوح و سست اراده است. این ضعف باعث ناتوانی در تأمین وضعیت معیشتی اون و خانواده‌اش شده. آقای میرسلیم در ادامه گفته بود سازمان مجاهدین با استفاده از همین موارد تونست اون رو جذب کنه و ماموران امنیتی هم گمان کرده بودند که اون عنصری اثرگذار و مهمه. پسر ایشون با همه این اتهامات فقط به 5 سال حبس محکوم شده، در حالتی که در اعتراضات اخیر جوانها و نوجوانهای زیادی دستگیر شدند و با دادگاه‌های نمایشی و بدون برخورداری از وکلای عادل و کارکشته به حبس‌های طولانی مدت و تعداد زیادیشون هم متأسفانه به محاربه و اعدام محکوم شدند که متأسفانه در این هفته اخیر حکم اعدام 2 نفر از اونها هم اجرا شد.
شده. محسن شکاری و مجید رضا رهنورد دو جوان 23 ساله پر از آرزو و امید بودند که برای حقوق اولیه یک زندگی معمولی و برای اعتراض به اوضاع مملکت به خیابون رفتند، ولی متاسفانه پیکرهای بیجونشون رو تحویل خانواده هاشون دادن. حالا در این یکی دو روز اخیر آقای مصطفی میرسلیم دوباره راهکار ارائه داده. ایشون گفته معترضان باید 5 تا 10 روز بعد از بازداشت اعدام شوند و نباید انقدر طول بکشد تا اعدام اونها. در این رابطه افراد زیادی واکنش‌های تند و جنجالی به این حرف‌های بیفکرانه آقای میرسلیم نشون دادن. آقای پرویز پرستویی با انتشار این عکس از آقای میرسلیم نوشته: آقای میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، امروز اظهار نظرتان را در خصوص به قول خودتان عوامل ناآرامی‌ها خواندم که فرمودید به نظر بنده فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید در فاصله 5 یا 10 روز بعد از دستگیری اعدام شوند. منتها قوه قضایی روال خودش را دارد. اولاً خدا رو شکر که شما رئیس قوه قضاییه نشدید، چرا که اگر چنین سمتی داشتید حتما نصف جوانان امروز ایران را تا الان اعدام کرده بودید. دوماً همه مردم چه در داخل و چه در خارج از ایران میدانند کثیف‌تر از سازمان مجاهدین خلق زاده نشده و نخواهد شد. پسر شما آقا مهدی را در ارتباط با سازمان مجاهدین ظاهراً پس از 2 سال مراقبت در تیر ماه 98 بازداشت و در بهمن 98 به اتهام اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر و قطعی شدن حکم در بهمن 1399 به زندان اوین برده شد و فرمودید که اگر زودتر متوجه این مسائل شده بودم با تنبیه مختصری میتوانستم او را از این وضعیت نجات دهم، که خدا رو شکر نیمی از حبس تعزیری آقازاده تان هم شامل عفو شد. سوماً شما که اینقدر به قول خودتان فاصله زندانی های اخیر تا اعدام آزارتان میدهد، چرا تقاضای اعدام آقازاده تان کردید که با مجاهدی یا منافقین همکاری داشته؟ چهارمان، فکر نمی کنید اتهام آقازاده تان اقدام علیه امنیت ملی جزایش اعدام بود؟ نه اینکه بعد از طی تشریفات قضایی محکوم به 5 سال حبس که نیمی از آن هم شامل عفو شود؟ پنجمان، البته یادمان نمی رود زمانی که شما وزیر ارشاد بودید هر روز کارمندان در حیات وزارت ارشاد به اجبار باید در مراسم صبحگاه شرکت می کردند. آقای میرسلیم، اگر شما و همکارانتان در مجلس وظایف خودتان را بابت رأی هایی که از مردم گرفتید درست انجام میدادید، کار به اینجاها نمی کشید. مردم ایران هر چه می کشند از دست شما مسئولی نیست که شرح وظایفتان را نمی دانید. پس لطف کنید آتش بیار معرکه نشوید و به تربیت فرزندتان بپردازید. آقای احمد ایراندوست بازیگر ایرانی هم با انتشار عکسی از میرسلیم و حرفهایی که زده نوشت: اومدم یه چیزی بهش بگم، دیدم خودشو خدا زده، دیگه از این کریه منظرتر و بدتر مگه داریم؟ بیا پایین بابا. آقای ابی، آقای صدای ایران هم نوشت: میخوای این عقیده رو از پسر جاسوست شروع کنی. برزو ارجمند هم با انتشار عکسی از میرسلیم و حرفهای اخیرش نوشت: پسرتون چند وقتی هست دستگیر شده؟ بیش از 10 ها روز، پس لطفاً شما حرفی نزن. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.